بسم الله الرحمن الرحیم شما به خاطر دارین که حکومت وحدت ملی در روزای اول خود یک سفر به لندن داشتن در لندن در اونجا یک سند را به نام خودکفایی برای مردم افغانستان و برای جامعه بین المللی پیشکش کردند. بعد از این که چند ماه از او تیر شد، اگر به خاطر داشته باشین 7 ماه قبل ما یک مجلس داشتیم به نام سام یا مامورین مجلس مامورین عالی رتبه در کابل. در او وقت دلیل مجلسی بود که اجراعات حکومت وحدت ملی را به اساس وعده هایی که در مسند خودکفایی داده بودند ارزیابی کردن، که در او وقت هم ارزیابی از اونا مثبت بود و به ادامه امو مجلس 7 ماه بعد که امروز است ما امی نشست برد مشترک نظارت و انسجام همراه دوستای بین المللی خود داشتیم و این یک برد مشترک انسجام و نظارت خاص بود. چرا خاص بود؟ به خاطر که در این برد آمادگی ها برای 2 کنفرانس بسیار مهمه که ما پیش روی خود داریم، که یکی در وارساس که سر موضوعات امنیتی بحث میشه و انتظار مایی است که تجدید تعهد دوستای بین المللی ما برای حمایت نیروهای امنیتی ما برای سالهای آینده باشه، و به تعقیب از او یک کنفرانس بین المللی دیگه در پایتخت بلژیم در بروکسل است که در اونجا ما انتظار داریم که دوستای بین المللی ما تجدید تعهد انکشافی، یعنی برای پروگرام های انکشافی آینده افغانستان یک تجدید تعهد صورت بگیره. امروز مجلس برد مشترک نظارت و انسجام ما به می منظور بود. ما بر علاوه ای که از اجراعات حکومت وحدت ملی در چند 7 ماه گذشته مطابق تعهدات 2 جانبه که از 2 طرف صورت گرفته بود، یک ارزیابی صورت گرفت که خوشبختانه ارزیابی مثبت بود و از اجراعاتی که حکومت انجام داده تا فلحال استقبال صورت گرفت. بلکه بر علاوه از او ما گفتیم که چی کارهای دیگه تا وقت 2 کنفرانس دیگه که یکی در وارسا میشه و یکی در بروکسل چی اجراعات و کارهای دیگه ما باید انجام بتیم و چی کارهای باید بکنیم برای موفقیت از این 2 کنفرانس. 2 کنفرانس ما انتظار داریم که تعهد جدید شو، هم برای نیروهای امنیتی ما هم برای پروژه های انکشافی ما، و انتظار خود ما با دوستای بین المللی خود شریک کردیم. خواست ما از دوستای ما ای است که یک، باید تعهدات کوتاه مدت نباشه، حداقل تعهدات باید 5 ساله باشه، یعنی از امسال که 2016 است تا 2020 تجدید تعهدات صورت بگیره، که ما یک جواب مثبت در این مورد از طرف دوستای خود دریافت کردیم، و دوم سطح تعهدات باید نزدیک یا حداقل به همون چیز تعهداتی که 5 سال پیش بر افغانستان شده بود. یعنی اگر شما به خاطر داشته باشین در سال 2012 یک نشست سران ناتو بود در شیکاگو که در اونجا سالانه بر ما تعهد کرده بودند که مبلغ 4.1 میلیارد دلار برای نیروهای امنیتی ما هر ساله اینا تعهد کرده بودند. همچنان اینا گفته بودند یک چند ماه بعد از او، مثل امسال واره چند ماه بعد از او سال 2012 که در شیکاگو بود، یک کنفرانس دیگه در توکیو بود و در توکیو در اونجا تعهد شده بود که 4 میلیارد سالانه برای تمویل پروژه های انکشافی ما دنیا امرای ما کمک میکنه، که تا بال امیکار ادامه داشت. آل خواست ما از دوستای ما ای بود که تجدید تعهدات انتظار ما ای است که به امی سطح باشه. ما هم برای دوستای بین المللی خود
که امروز حضور داشتن ما هم بعضی تعهدات کردیم. یکی از تعهدات ما این بود که ما یک استراتژی انکشاف ملی افغانستان را که شما با خبر دارین که ما فعلا هم یک استراتژی انکشاف ملی داریم، ولی این استراتژی انکشاف ملی دوم است، تجدید شده است، که ما این را برشان وعده کردیم که تا وقتی که ما در بروکسل میریم ما این را نهایی کرده و بر دنیا نشان میتیم که امو اولویت های ما چیست. امرای از اینا گفتیم که چند پرنسیپ ما در اونجا در نظر گرفتیم. پرنسیپ اولی است که این استراتژی خودکفایی است، که چطور راه را به طرف خودکفایی پیش میبریم و ما سر منابع خود، سر امکانات خود اتکا میکنیم ما را ما را. و دوم، افغانستان چطور از یک کشور وارد کننده آرام آرام به طرف یک کشور صادر کننده میبریم. و سوم ای که ای یک استراتژی واقع بینانه خود بود، مطابق واقعیت های امروز و چند سال آینده ما که ما پیش بینی میکنیم و مطلق از طرف خود افغانا هم مسوده میشه، هم ترتیب میشه و هم به دنیا تقدیم میشه. دیگه امروز مجلس بسیار خوب داشتیم، مجلس بسیار واقع بینانه داشتیم، با بسیار صراحت و با بسیار فضای دوستی و صمیمیت دوستای ما صحبتهای خود کردن، هم نگرانی های خود که ما شریک کردن و ما هم سوالایی که داشتیم و نگرانی هایی که داشتیم که دوستای خود شریک کردیم و در نهایت امر بین ما یک افهام و تفهیم بسیار خوب صورت گرفت که نتیجهش آل امیر قمی که از طرف ما شنیدین، هم آقای ایسم که از طرف جامعه بین المللی و ملل متحد در اینجا مسئولیت دارن از اونا میشنوین، و همچنان از آقای ملبن که من حیث سفیر اتحادیه اروپا هستن که اینا بسیار زحمت کشیدن در قسمت موفقیت امو کنفرانس بروکسل، از طرف از اینا میشنوین. دیگه ما با اجازه تان گپای خود در اینجا ختم میکنم.